به این تصویر نگاه کنید. یه حلقه زیبا از گرد و غبار و یخ شناور توی تاریکی عمیق فضا. حالا یه لحظه مکث کنید. برای اینکه این تصویر گرفته بشه، ناسا توی پستی به همه زمینی‌ها گفت لبخند بزنید تا عکستون ثبت بشه. میدونید چرا؟ اون نقطه کوچیک آبی رو میبینید دقیقاً اونجا، جایی که تمام خاطرات، تاریخ و زندگی ما اتفاق افتاده. اون نقطه خونه ماست، زمین. حالا فکر کنید این تصویر رو یه ماشین ساخته دست انسان گرفته. یه ماشین که تقریباً 2 دهه از زندگیش رو توی فضا گذروند، میلیاردها کیلومتر از زمین دور شد و در نهایت این لحظه رو برای ما ثبت کرد. این عکس یه یاداوریه که چقدر کوچیکیم و در عین حال چقدر بزرگ. بزرگ چون ما تونستیم به همچین چیزی برسیم. داستان این تصویر داستان فضاپیمای کاسینیه، سفیری که به سمت یکی از شگفت‌انگیزترین مقاصد منظومه شمسی فرستاده شد. کاسینی به ما نشون داد که کاوش کردن یعنی چی؟ یعنی عبور از مرزها، نترسیدن از ناشناخته‌ها و پیدا کردن چیزایی که حتی توی رویاهامون هم نبود. اما بیایید یه قدم برگردیم عقب. چرا زحل؟ چرا این سیاره با این حلقه‌های خیره کننده اینقدر برای ما خاصه؟ چرا تصمیم گرفتیم یه مأموریت چند میلیارد دلاری رو صرفش کنیم؟ زحل، یا بهتر بگم کیوان، سیاره‌ای با حلقه‌های افسانه‌ای، قمرهایی که شاید حیات داشته باشن و طوفان‌هایی که اندازه سیاره ما هستن، یه دنیای متفاوت، یه ناشناخته بزرگ. و اینجا بود که کاسینی تصمیم گرفت مرزها رو جابجا کنه. شروع کنیم؟ بذارید براتون تعریف کنم که این مأموریت چطور شروع شد و چرا زحل انقدر جذابه. آماده اید؟ لایک کنید تا بریم سراغ این مأموریت جذاب. حالا داستان کاسینی شروع میشه. بیایید برگردیم به 15 اکتبر 1997، روزی که کاسینی روی زمین بود و اولین قدمش رو برای رسیدن به کیوان برداشت. توی اون روز یه موشک غول‌پیکر به اسم تایتن بی‌4 فضاپیمای کاسینی رو از پایگاه فضایی کیپ کاناورال به آسمون فرستاد. کاسینی با وزن تقریبی 5 تن یکی از سنگین‌ترین فضاپیماهایی بود که تا اون موقع ساخته شده بود. اما رسیدن به کیوان اینقدر هم راحت نبود. کیوان از ما حدوداً 1.5 میلیارد کیلومتر فاصله داره. این یعنی حتی با سرعت زیاد کاسینی نمیشد مستقیم به سمت کیوان حرکت کرد. چرا؟ چون سوخت کافی نداشتیم. اما مهندسا یه راه حل هوشمندانه پیدا کردن: کمک گرانشی. حالا یه سوال مهم از شما: آیا به نظرتون ارزش میلیاردها دلار خرج کردن رو این سیارات دارن یا نه؟ نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسید. اینجا بود که کاسینی مثل یه بازیگر توی نمایش فضا از سیاره های دیگه کمک گرفت. اولین مقصدش ناهید بود. دوبار از کنار این سیاره عبور کرد و با استفاده از نیروی گرانش ناهید یا همون زهره انرژی بیشتری برای ادامه مسیرش گرفت. بعد از زهره کاسینی دوباره به خونه برگشت. بله، یه بار دیگه از کنار زمین عبور کرد تا با کمک گرانش سیاره خودمون سرعتش رو بیشتر کنه. لحظه‌ای که کاسینی اینجا بود، حتی تونست چند تا عکس فوق‌العاده از ماه بگیره. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. بعد از زمین، مقصد بعدی مشتری بود. کاسینی از کنار این قول گازی هم عبور کرد و نه تنها سرعت بیشتری گرفت، بلکه عکس‌ها و داده‌های فوق‌العاده‌ای از این سیاره جمع‌آوری کرد. اینجا بود که فهمیدیم کاسینی فقط یه مسافر نیست، بلکه یه کاوشگر حرفه‌ایه. در نهایت بعد از 7 سال سفر طولانی کاسینی به مقصدش رسید. ولی فقط رسیدن کافی نبود. کاسینی باید وارد مدار کیوان میشد و این کار خودش یه چالش خیلی بزرگ بود. فکرشو بکنید، یه فضاپیما که با سرعت سرسام‌آوری حرکت میکنه باید دقیقاً سرعتش رو کم بکنه تا بتونه وارد مدار بشه، بدون اینکه از مسیر منحرف بشه یا به سیاره برخورد کنه. لحظه‌ای که کاسینی این کار را انجام داد یکی از هیجان‌انگیزترین لحظات مأموریت بود و اینجا بود که ما برای اولین بار کیوان را از این فاصله نزدیک با این کیفیت دیدیم. حلقه‌هاش، قمرهاش و اون دنیای ناشناخته که حالا جلوی چشمامون بود. حالا که کاسینی وارد مدار کیوان شد، ماجرای اصلی شروع میشه. یه مأموریت که نه تنها باعث شد کیوان رو بهتر بشناسیم، بلکه نگاه ما به کل منظومه شمسی رو تغییر داد. کاسینی این کار رو با دقت باور نکردنی انجام داد و وقتی وارد مدار شد، اولین چیزی که دیدیم حلقه های کیوان بود. تا
قبل از اون حلقه‌های کیوان فقط از دور به عنوان یه تصویر زیبا دیده می‌شدن، اما حالا کاسینی این حلقه‌ها رو از نزدیک بررسی کرد. می‌دونستید این حلقه‌ها از میلیاردها تکه یخ و سنگ تشکیل شدن؟ بعضی از این تیکه‌ها به کوچیکی یه دونه شن هستن، ولی بعضی‌های دیگه‌شون به اندازه یک ماشین بزرگ. اما سوال اینجا بود، این حلقه‌ها از کجا اومدن، چطور شکل گرفتن و چرا هنوز وجود دارن؟ کاسینی به ما کمک کرد تا بفهمیم این حلقه‌ها ممکنه باقی مونده قمرهایی باشن که میلیون‌ها سال پیش تخریب شدن، یا شاید بقایای موادی باشن که هیچ وقت تبدیل به قمر نشدن. اما فقط حلقه‌ها نبودن، کیوان مثل یه امپراتور بیشتر از 80 قمر داره که هر کدوم از اونها یه دنیای کاملا متفاوتن. کاسینی با نزدیک شدن به این قمرها اولین قدم رو برای کشف رازهای اونها برداشت. یکی از اولین قمرهایی که توجه ما رو به خودش جلب کرد انسلادوس بود، یه توپ یخی کوچیک که همونطور که گفتم آبفشانهای عظیمش آب رو به فضا پرتاب میکردن. اما چرا؟ این سوال یکی از رازهایی بود که کاسینی سعی کرد حل کنه. و بعد از اون تایتن، بزرگترین قمر کیوان، یه دنیای اسرارآمیز که نه تنها اتمسفر زخیمی داشت، بلکه دریاچه‌های متان مایع روی سطحش وجود داشتن. برای دانشمندا این قمر مثل یه جعبه گنج بود. ورود به مدار کیوان تازه شروع ماجرا بود. از اینجا به بعد کاسینی تبدیل شد به چشم ما در دنیای ناشناخته کیوان، یه سفیر علمی که هر بار نگاهش رو به گوشه ای از این سیاره و قمرهاش انداخت. اما این تازه اول راه بود. بخش بعدی یکی از هیجان انگیزترین لحظات ماموریت کاسینیه، یعنی فرود هویگنز روی تایتن. بذارید شما رو به 14 ژانویه 2005 ببریم. اون روز یکی از جسورانه ترین بخشای ماموریت کاسینی هویگنز شروع شد. هویگنز، کاوشگر کوچیک و شجاع ما، از فضاپیمای مادرش جدا شد و به سمت تایتن، بزرگترین قمر زحل، حرکت کرد. تایتن یه دنیای کاملا ناشناخته بود، یه قمر با اتمسفر ضخیم و مهالود و دمایی که میتونه شما رو توی چند ثانیه منجمد کنه. اما زیر اون مه نارنجی رنگ چه چیزی منتظر ما بود؟ هویگنز مثل یه ماجراجو با چتر نجات خودش وارد این دنیای عجیب شد. عبور از اتمسفر تایتن خودش یه چالش خیلی بزرگ بود. فکر کنید اتمسفر تایتن 4 برابر متراکم تر از زمین ماست. اما مهندسا اینو میدونستن و هویگنز رو جوری طراحی کردن که با این فشار و گرما مقابله کنه. لحظه‌ای که هویگنز شروع به فرود کرد، همه منتظر بودن آیا این کاوشگر میتونه اطلاعاتی رو که ما سالها براش برنامه‌ریزی کرده بودیم ارسال کنه؟ و بعد این اتفاق افتاد. هویگنز موفق شد اولین تصاویر واقعی سطح تایتن رو به ما برسونه. یه دنیای عجیب و ناشناخته با سنگ‌هایی که به نظر می‌رسید از یخ ساخته شدن و سطحی که شبیه یه ساحل سرد و یخی بود. اما توی تصویر اینجوری به نظر نمیاد، نه؟ اما جذابترین بخش ماجرا اینجا بود. هویگنز نشون داد که روی تایتن دریاچه‌ها و رودخونه‌هایی از متان مایع وجود داره. بله، متان مایع، یه ترکیب که روی زمین ما بیشتر به عنوان گاز میشناسیم، اما روی این قمر مثل آب جریان داره. حالا فکر کنید اگه روی تایتن اینقدر مواد شیمیایی پیچیده وجود داره، آیا ممکنه اینجا هم نشانه ای از حیات باشه؟ شاید نه اون حیاتی که ما روی زمین میشناسیم، ولی چیزی که بتونه توی این شرایط عجیب و مرگبار زنده بمونه. هویگنز حدود 90 دقیقه روی سطح تایتن دوام آورد و توی این مدت حجم عظیمی از داده ها رو به کاسینی ارسال کرد. این داده ها باعث شدن ما بفهمیم که تایتن یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای منظومه شمسیه. با فرود هویگنز ما برای اولین بار روی یه قمر فراتر از ماه خودمون فرود اومدیم. این لحظه یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ علم بود و حالا کاسینی به ماموریت خودش ادامه داد تا رازهای بیشتری از زحل و قمرهاش رو کشف بکنه. بیایید بریم سراغ بخش بعدی، جایی که کاسینی رازهای بیشتری رو برملا کرد، به خصوص درباره یکی از عجیبترین قمرهای زحل، انسلادوس. حالا که هویگنز به تایتن رفت و رازهایی را از اون قمر بزرگ برملا کرد، وقتشه که به یکی دیگه از شگفت‌انگیزترین کشف‌های ماموریت کاسینی بریم، انسلادوس، یه قمر کوچک یخی که مثل یه الماس در تاریکی فضا می‌درخشید. انسلادوس شاید کوچک باشه، فقط 500 کیلومتر قطر داره، ولی نشونه‌هایی که ازش به دست اومد یه دنیا رو تکون داد. وقتی کاسینی به این قمر نزدیک شد، چیزی دید که هیچ کس انتظارش رو نداشت. آبفشان‌ها. بله،
آبفشان‌هایی که از سطح انسلادوس فوران می‌کردند و ذرات یخ، بخار آب و مواد شیمیایی را به فضا پرتاب می‌کردند. این یک کشف فوق‌العاده بود. ولی سوال اینجا بود: این آبفشان‌ها از کجا تغذیه می‌شن؟ تحلیل داده‌ها نشون داد که زیر پوسته یخی انسلادوس یک اقیانوس کامل از آب مایع وجود داره. یک اقیانوس کیلومترها زیر سطح یخ زده و این آب گرم می‌شد. اما چطور؟ کاسینی بهمون یاد داد که نیروی گرانشی زحل یا همون کیوان باعث میشه پوسته انسلادوس مدام فشرده و کشیده بشه و این حرکت گرمای لازم برای نگه داشتن آب در حالت مایع رو فراهم میکنه. اما این فقط شروع ماجرا بود. کاسینی از بین این آبفشان‌ها هم عبور کرد و نمونه‌هایی از ذرات یخ و بخار رو جمع‌آوری کرد. نتایجش مولکول‌های ارگانیک، ترکیباتی که میتونن نشونه‌ای از وجود حیات باشن. یا اقیانوس گرم با مواد شیمیایی لازم برای حیات، آیا ممکنه زیر اون پوسته یخی موجودات زنده‌ای باشن؟ شاید نه موجوداتی مثل ما، ولی شاید میکروب‌هایی که توی شرایطی کاملا متفاوت زنده بمونن. و اینجاست که انسلادوس تبدیل به یکی از بهترین گزینه‌ها برای جستجوی حیات در منظومه شمسی شد، مأموریتی که فقط با کمک کاسینی ممکن بود. اما کشفیات کاسینی فقط به انسلادوس ختم نمیشه. این فضاپیما رازهای دیگه ای از کیوان و قمرهاش رو هم برملا کرد. مثلا این طوفان شش سلی عجیب و غریب در قطب شمال کیوان، انگار که طبیعت تصمیم گرفته باشه یه الگوی هندسی دقیق رو روی یه سیاره گازی بزرگ بکشه. کاسینی این طوفان رو از نزدیک بررسی کرد و به ما نشون داد که چطور جریان‌های هوایی و تفاوت دما این شش سلی رو تشکیل دادن و بعد حلقه‌های کیوان. کاسینی به ما کمک کرد بفهمیم که این حلقه ها چقدر پویا هستن. بعضی از تکه های یخ توی این حلقه ها شاید میلیون ها سال قدمت داشته باشن و بعضی هاشون حتی میتونن باقی مونده قمرهای قدیمی باشن که تخریب شدن. کاسینی یک کاوشگر واقعی بود، اما هر داستان بزرگی یه پایان بزرگم میخواد. میخوایم درباره پایان حماسی مأموریت کاسینی صحبت کنیم. پایان داستان کاسینی چیزی نبود جز یه خدافظی با شکوه و حماسی. بعد از 20 سال سفر در فضا وقتش رسیده بود که این کاوشگر خستگی ناپذیر مأموریتش رو به پایان برسونه. اما به چه شکلی؟ تصور کنید یه فضاپیما که بیش از 2 دهه زندگی کرده، میلیاردها کیلومتر سفر کرده و رازهای زیادی از کیوان و قمرهاش رو برملا کرده، حالا سوختش در حال تموم شدنه و این یه چالش بزرگ بود، چون کاسینی نه فقط یک کاوشگر بلکه یه مسئولیت بزرگ هم بود، چون دانشمندان نمیخواستن این فضاپیما به اشتباه با قمرهایی مثل انسلادوس یا تایتن برخورد کنه و شاید اونا رو آلوده کنه. این قمرها احتمالاً جاهایی برای کشف حیات هستن و هیچ کس نمیخواست این فرصت از بین بره. برای همین تصمیم گرفتن که کاسینی پایان خودش رو در دل کیوان پیدا کنه. به این برنامه شیرجه بزرگ میگن. در آخرین هفته های مأموریت کاسینی به جایی رفت که هیچ فضاپیمای دیگه ای نرفته بود. فاصله‌ای بین کیوان و حلقه هاش. 22 بار کاسینی بین این حلقه ها شیرجه زد و داده های جمع کرد که هیچ وقت قبلا نداشتیم. و بعد روز بزرگ رسید. 11 سپتامبر 2017 کاسینی برای آخرین بار مسیرش رو به سمت کیوان تغییر داد. وقتی کاسینی وارد اتمسفر کیوان شد، شروع به ارسال داده کرد. این داده ها تا آخرین لحظه ها اطلاعات ارزشمندی درباره جو کیوان به ما دادن، ولی با افزایش فشار و حرارت ارتباط با کاسینی قطع شد. و اینجا بود که کاسینی به پایان خودش رسید. این کاوشگر شجاع با شیرجه در دل کیوان بخشی از این سیاره شد، ولی داستانش هنوز با ماست. کاسینی تموم شد، اما میراثش باقی موند. تصاویری که دیدیم، داده‌هایی که جمع کرد و سوالاتی که برای نسل‌های آینده باقی گذاشت. این مأموریت به ما یاد داد که کاوش کردن نه فقط برای پیدا کردن جواب‌ها، بلکه برای طرح سوالات جدید هم هست.